این که انسان نسبت به معاصرین خودش هم اعتنا داشته باشه، توجه داشته باشه. تو همین خانه مرحوم آقای عبدالهادی شیرازی رضوان الله علیه که بعد از مرحوم آقای بروجردی عمده مرجعیت به ایشون رسید، ایشون قم آمده بودن، خب تهران عمل کرده بودن، چشمشون نابینا شد، اعما شد، ایشون قم تشوا برده بودن، آمده بودن خدمت آقای بروجردی. خب ایشون نذاشته بودن مرحوم آقای عبدالهادی که آقای بروجردی بره دیدنش، بعد بیاد خونه آقای بروجردی. خودش گفته بود ابتداعا من میخوام برم خونه آقای بروجردی. مرحوم آقای بروجردی وقتی که ایشون میخواستن بیرون بیان، مرحوم آیت الله محسنی ملایری در اون جلسه بودن، این قصه رو ایشون دیده بود و نقل میکرد، میگفت آقای بروجردی وقتی ایشون بیرون میخواست بیاد، آمد دم در، خم شد، کفشای عبدالهادی رو جلو پاش جفت کرد. خب مرحوم آقای عبدالهادی نمیدید، بهش یواشکی گفته بودن که آقای بروجردی کفشات رو جفت کرد. ایشون دست آقای بروجردی رو گرفته بود به عنوان خداحافظی، خم شده بود دست آقای بروجردی رو ببوسه. آقای بروجردی هم خم شده بود دست ایشون رو گرفته بود و آقای محسنی ملایری میگفت دست آقای عبدالهادی رو بوسید، بوسید. پدر من نقل میکرد این رو دیدم، حضرت آیت الله آقای شبیری زنجانی هم در همین جوری از دریا نوشتند. مرحوم آیت الله آقای خویی، آیت الله رضوان خویی رضوان الله تعالی علیه، ایشون قم تشوا برده بودن، آمده بودن پیش آقای بروجردی. وقتی که میخواستن از اتاق آقای بروجردی بیرون بیان، ایشون هم بلند شده بودن بدرقه آقای خویی، آقای خویی رضوان الله علیه خم شده بودن دست آقای بروجردی رو ببوسن و آقای بروجردی خم شده بود دست آقای خویی رو ببوسه. و پدر من نقل میکردن، من نمیدونم بوسیدن یا نه، اما عمامه هاشون که به هم خورد من دیدم که دلا شده بودن، عمامه ها با هم تلاقی کرد. این ادب نسبت به معاصرینه. کسانی هستن، خب مرحوم آقای خویی در رده و ردیف شاگردای ایشون محسوب میشدن از نظر رتبه، مرحوم آقای عبدالهادی به اصطلاح هم ردیف و هم رده ایشون نبودن به اون معنا. خب ایشون سنواتی درس مرحوم آخوند رو درک کرده بودن، اینا شاگرد شاگردان مرحوم آخوند بودن، اما این رویه و ادب رو نسبت به دیگران داشت. اللهم صلی على محمد و آل محمد، اللهم صلی على محمد و آل محمد، اللهم صلی على محمد و آل